سلام دوستو، صاحب خان خوب هستین؟ شکر شکر چال چی احوال؟ مرسل کنیم. شما دین شب آمدین بسیار سیستماتیک. من یک جمله رو برد بگویم مولانا تبایی عزیز. من یک آدم دموکرات سکولار هستم. اینی واژه مرا که میشنوی، اگر طالب مرا با این واژه گیر کنه نیاز به مرمی نیست، با دیپچیک سلام مرا خواهد کشت، تنها با نوک نوک سلام. من یک آدم دموکرات سکولار هستم، به تمام جنسیت ها احترام دارم، به تمام جنسیت ها، و معتقد هستم هزارها جنسیت وجود داره در انسان ها. من شما را با یک دید احترام آمیزانه در برنامه اجازه باشه. شما دین شما آمدین مستقیم به مردم یک ولایت تاختین، به مردم ولایت پنشیر. حالا اونو اصلی که آدم پنشیری ها را دو بزنه و هوادار پیدا کنه و یک طبقه بیایه بگویه زنده باد و یک طبقه بگویه رهبر هستی و یک طبقه بگویه کلان هستی و یک طبقه، او مرحله گذشته. من گفتم که اگر این پالیسی را کار روی دست گرفتی، این پالیسی خوبی نیست، این کار نکن. و به او خاطر من از برنامه خودت پایین انداختم که تو رسما مردم یک ولایت توهین میکردی. بزرگ نه خدا نکنه که من توهین کنم، سگ خون است تو سابقا. این مردم که هستن، من زیاد دوستای پنشیری دارم، از هر و از هر جای من دوست دارم. این مردم اونم اون بچه‌ای که از خودت هم مشناسیش که چه رقم یک انسان است، که ادبش اخلاقش در کجاست، کدام رو مشناسی؟ مشناسی نمشناسی اوره ایره. اما ماشاءالله اسمش چطور اکایز وزیر است، یک چند دانه دو دانه هستم تمام روز شنده این تیک تاک سوشال میدیا است، نه کار دارن نه بار دارن. یارو که مشم کدام کور آوردن در امریکا، همین دو نفر هم میگم. من کل پنشیر خدا نخواستم توهین نکردین، من کل از او سرمتش ها رو میگم. وزیر دفاع اینمی یه قدر به احترام به عزت انسان هست اینمی نه تحلیلش نکنین، سر کنین خودشان نیست. اگر میخوایی بیایی اینجا لایف بگی با ما یک جای شو، اینجا جوابای از یه عالم تبار بکی بیادر اینقدر ما پشت ما همی میایه بالا. ما کنش گفتم خیلی اگر تو مرد هستی کت من کنش دان گفتم دو چتیات اخو ما میاد دارم، ولی چرا چتیات میگی؟ من خدای نخواسته با پنشیر، کل پنشیر دوستم از عزیزم از کل از هر قوم از هر جای باشن کلشان هم دوست دارم. خب اینمی چند نفره که اینمی های این رقم انسان هایی که من پنشیر نام شبت میکنه، خب تو دل درد میکنه که اونم رو بگویی دیگه. خیلی چی بگویی نستو سب تو بگو. آره امور خب امور آدم نام دارنی. من فرض مثال من از توستم، من یک مشکل ایجاد میکنم، من با یک کسی درگیر میشم، این حالی اشتباه نیست که یک مردم بیان بگن که او نستوی بدخشانی تو این کار کردی، او نستوی بدخشانی چرا ای تو یک کار کردی. ای خب باز بشت نک میشد، من نستوی خودم یک کار کردیم، بدخشان چرا قد من پیوند پیدا کنم؟ خونمو اینا رو سایی که مثلا خودت اشتباه میکنی نتیره که بستم، یال من نمیارم کس را بالا دیگه. اونمو مشکلش این همی است که این پنشیرا این این پنشیرا بیشتر اگر ریکویست داده امور بالا بیار، اگر از طرف خودت ریکویست داده یا اگر از طرف من دیگه کس هست امور بگه این برادر امو وزیر بگین که امور ریکویست بتا بیایم اینجا مشکل حل شد. او برادر یاد میگه دو میزنه، من باست تحمل اصلا ندارم بهش. من نفهم کردم چی مشکل داره. گوش کن، در برنامه ما هیچ کس ما اجازه به توهین و تحقیر نمیدیم. اینقدر چتیات میگه که از اقل هیچ لایق گوش کردن نیست اگه نستوزه. تو میفهم اینقدر چتیاتو میگه؟ ما دلایفش و دلایف بود، ما دلایفش چی کردم؟ مثل خودت واره من برشه گروز دادم، مفتم شاید چی باشه. مرا میگه تو چرا پسر ما گب زدی ریکوست ندی؟ وزیر یک لایف بگی بیا ریکوست بده، بیا در اینجای کلان گب شده ای، بیا اینجا ریکوست بده. مرا ایفا مشکل از او که اتمند چیز میگه تو رفتی پسر ما گب زدی، حالا تو چیستی که من پسر تو گب زن؟ تو کدام تو رای جمهور هستی؟ تو کدام چی هستی؟ هر کس نفهم شخصیتش. حال تو خودم چندان آدم نیستی، خود تمام روز لایف میگیری یک سارا بالا میگیری که دو میزنین. نه شما خود دو میزنین، خواهی خوب نیستن جنابی عالم تبا، شما خواهی یک بزرگوار هستین. نرسو تا واقعا دو آدم در بچه ها را توحیم بسیار یک گپ خراب است. لطفا شما هم یک کمی که کنترول داشته باشین، اونا هم یک کمی کنترول کنن. وقتی که خودت یک کس توهین کنن به جنسیتت و اگر چیز تو چه رقم تحمل میکنی، کی تحمل اصلا برات بسیار سخت نیست. اگر آدم بیاد یک نفر رو میشه که نمیشناسی از اون طرف گپ بزن، توی هستی تو عزیزی تو عزیزی، حالا اون اونا چی که ما هرچی هستی. من از این مشکل نداشتم، مرا میگه تو چرا پسر ما گپ میزنی که چهار نفر دیگه که هم کشور چیز از وستان ولایت از وستان. ما خو نکرد تو مشکل دارم، برو کار تکو و میال این دلایف نستو سر بیست نفر تو رو میبینه. ما بازم برات میگم نکرد تو ما مشکل دارم، من از روی چند نفر که مشناختم تو را مشناختم. سلام علیکم و علیکم السلام. ای مرا تیر دیگه نکرد تو سلام علیکی دارم.
نه تو را مشناسم و نه دیگه وقت ما چتیات بگو و نه دیگه من تو را بالا میم. یکی دیگه شما زال ما چون چطور رکایی اونو نام شنه فامیل قم نامه میماند. چی نام دارد؟ چی نام دارد؟ این دیگر زال که گفتیم چی؟ زال قاضی. زال قاضی. او هم توهین کده؟ اونو اردوی از اینی به بسیار ما از اینا دیگه چی بگوی؟ من نه کدام شما را دعوم بزن زال قاضی و جناب کی وزیر شما موضوع را لطفا حل کنین ای بزرگوار دیگه از این بیشتر لطفا توهین الان آدم از زور میتنه که باز مردم توهین کنه اون امور را اون ما چند دانه دوستاش بود شما یک روز ما یک توهین تا نشنیدم در یک لایف رفته بودین یک توهین کردین گفتین تمام مردم اروپایی کلش گفت الهی و سوسیال خور اینا تست گفتین نه 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 خدا نه گفتین نه 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 استاد ما تو کدام وقت شنیدی آه ما شنیدم دیگه من گفتم با استرا به جرم همه تو گپ زدن پایین انداختن نه در کدام در کدام لایف من شم لایف شیادم نیست خودم کدام لایف همه تو گفتی گفتی بیادر گلی مردم این رقم و رقم دیگه من نه 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 ما دروغ نمیگم هیچ وقت ما دروغ خوش ندارم بگویم یک دانه یا وطن یا کفن است یک دانه امید امید میگن دستش کلنگه لنگ است میگن او برادر او قربه سلکو سلکو لولو سلکو سلکو گب زدنه یک دوست ما یک روز فوتبال میکرده دستش اوگار شده بر دو هفته دکتر گفته استراحت کو دست تا در این حالت هر حالتی که شما لطمه میخوره یا ضربه میخوره یا استخوان تان جریه دار میشه یا گوشت پاره میکنه شما مجبور هستین که این در دستانه ببندین تو یعنی ببین عالم تبا تو یعنی یک آدم آنقدر میایی و موضوعات میبینی و هم تو یاد میکنی این بچه هم دیگه تو را هر چیز میگن بسیار یک کار وحشتناک دوستان بزرگ و گرامی بالا میکنیم بلک معنی نه دیگه یار بالا نمیکنیم دوستان ارجمند و گرامی و بزرگ قرار است که آراستیم یک چیزی که یادم آمد یک چیزی که یادم آمد گفتم با شما در لحظات آخری در میان بگذارم من تیک تاک تعقیب کرده روانستم و بدون از این تعقیب تیک تاک هم یک گپ دیگر یکی از بزرگان به من گفته بود که همیشه شما زمانی که جلو یک نقص بگیرین فایده است همیشه شما زمانی که جلو یک نقص بگیرین فایده است این در ذهنم بود ما شاید یک روند بسیار وحشتناکی از آقای شاهین بودیم شاهین برادر گل آمد در تیک تاک بود برنامه داشت درگیر می شد حرفایش بالا می شد ویدیو ساخته می شد توهینش کردن تحقیرش کردن خاندان گفته دوش زدن برنامه ها سرش ایجاد شد کودتاها سرش شد هر چیزی که شد واقعا شاهین در دوره مقاومت کرد اما مقاومت چی رقم شد شاهین فرض مثال بخواهیم نخواهیم یک چهره بود که در افغانستان ما و شما اونه به نام یک سینماگر میشناختیم به نام یک سینماگر بسیار خوبمون میشناختیم شاهینه شاهین آرام آرام آمد در اینجا روز به روز گیم زد اشتباهات کرد و فلانی کرد یک نقص شاهین صاحب داشت که میشه خوده به حساب سینماگر بسیار مطرح افغانستان یاد میکرد و مردم میگفت که شما درک نمی کنین درک هنرمندتان در حالی که جامعه افغانستان هیچ کسی را در هیچ راکار و هیچ کسی نمی آید میگه که در گذشته این آدم چی کرد چی خدمتی بر تبار کرد چی خدمتی بر وطن کرد این گپا هیچ مطرح نیست هیچ وقت اما او زمان من که دیدم دوستای ارجمند شاهین صاحب یک بارگی یک تصمیم گرفت تصمیم شاهین صاحب بر مبنایی بود که من دیگه تیک تاک نمی آیم یعنی باور کنین روز اول روز دوم روز سوم دمی روز سومی که نامد یک کمه که فروکش شد ویدیوهاش روز چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دوم در دوم شما دیگه ویدیوهای وایرل شده از شاهین نداشتین ای پانزدهم بیستم امروز که چیزی کم یک ماه میگذره امروز که یک ماه میگذره از نبود شاهین صاحب
اصلا حرفی در موردش نیست. من دو تجربه گرفتم از این عمل کرد. این البته یک تجربه بسیار خوب بود. یکی که شاخداری تیک تاک باشی که چهار سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای نادری سلام برسه. می قبل از این که همراه خودت صحبت کنم من آهنگ میشنیدم به خدا. کدام آهنگ؟ من آهنگ می آهنگ باشه اگه خبرت بارم کمشه. میشناسی آهنگ؟ نویا سالکو فارسی نیوز عزیز، یکی صحبت کردن است نه؟ یکی بله. یک تلفون میوار داری، یک تلفون های اروپایی رو خو میفهمیم کتایش نیم ساعت نه؟ بله. یکی اون رو هست، یکی چهار سطری که میتونه یک ساعت گپت خلاصه کنه. دقیقا او چهار سطر بود و مو که باز آمدم چون اید نو تا قفل زندان بشکرم، این چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. آهنگ از شعر از فکر میکنی قهار آسی باشه؟ نه، شعر مولوی صاحب است. همون زمانی که شمس گفت برو به محله می فروشان که می بیار، که باز مولوی آمد و بازی را بازی آهنگ که اتفاقا احمد فرادریا میگن خوانده بوده، باز حکومت کمونستا هم رو گرفتاریش داده بوده تا جایی که من خبر دارم، باز فرار کرده بوده. این شعر یک شعری است در برابر عصری که شاعر زیست میکرده. یک شعری طغیانگر است، تصمیم نکردن ای اونو یک شعر است. باز به با اون خاطر چی بود؟ یکی به این خاطر یک قهار یاسینم در زمان به خانه خانه رستمی به خانه خانه آرشی در اون دوران قهار یاسینم زیر چی رفته. آقای نادری مشکلات انشاءالله حل شده؟ بله مشکلات به پایان رسید؟ بله. حالا مشکلات شما گفتم خلاص شد، مشکلات ما شروع شد. حالا از پای ما یک نفر واکم گرفته با خدا که دوام زده ایت پرسام نکو. نه، ما جناب فارسی نیوز عزیز همینجا ما یک موضوع را شاید یکی دلی از دوستا با ما مخالف باشن یا موافق، ما حقیقت میگم در فهم گفتاری مثل فارسی نیوز کمتر پیدا میکنیم، همین که می حرفه کمتر پیدا میکنیم. عرف زدن از پس یک نوع عرف از پس یک مطالعه می آید. او روز من امروی ملنگشا تلفنی تماس داشتم، گفت که یک کتاب می خوانم، عکس شب من روان کرد که افغانستان در پنج قرن اخیر صدیق فرهنگ می خوانم. اینی بچه ها در یک سطح بزرگ اندیشه می کنن. فارسی نیوز یک بچه است که فهم و درک و درایت و صحبتش کمتر کسا داره، اما ای که گرایشش چی نوست در مورد گرایشش من نظر خاصی ندارم، اما تا جایی که مربوطی من میشه یعنی از نگاه نطق و بیان من کمتر میبینم فارسی نیوز مثل خودت. اینی یک حقیقت است. و مسئله درگیری های تیک تاکی، خالی درگیری های تیک تاکی نموت است که با یک نفر درگیری میشینیم، دشنام های رکیک و همه چیز وجود حاصل شده. و همو بچه منگر هم بچه بدی نیست، بچه بسیار خوب و ارجمندی است و من نمیفهم چرا این احساساتی شده بودم. من میگم فارسی نیوز عزیز هرچی از این درگیری ها آدم دور باشه بهتر است. و تو که در دو انگشت پنهان نمیشید برادر. اینم آقای نادری تشکر از اینکه خودت کپای گفتی در باره ما. دوستا آقای نادری در اون شرایطی که یادتان اگه باشه اگه وقت خب در امرای ما درگیر بود در مو وقت هم میگه پا در مقابل ما گفته بود آقای نادری مو وقت هم لطف کرده بود مو اوائل تیک تاک هم که یک درگیری شدید با ما مردم داشت اما یک لطف کرده بود، ممنونش هستیم. و در قسمت ای برادری که دیشب آمده و دو زده و دشنام زده، آقای نادری من هیچ خبر ندارم اصلا که ما چرا او کار کرده، اما فضای مجازی دوستای عزیز همی رقم شده، باید از پاچی یک نفر ما کم بگیری که به یک جای برسی. خودم خبر نی مردم درباره ما لایف میاد دو ما میزنه دشنام ما میزنه. حال ما با چالشان با نیرنگشان و با این تخنیکایشان بلدیت پیدا کردیم. امو مطل است که میگه که خاموشی باید اختیار بکنیم. آقای نادری نه سرکو فارسی نیوز همون زمانیم که من گفتم درگیر این موضوعات بودم، یک چیز عقانیت موضوع است. عقانیت موضوع به این معنی آنچی که من میشنوم، من چی میشنوم از عرفای تو دارم، چی میشنوم و شیوه گفتار تو را
شیوه گفتار تو منحصر به خودت است. این مسئله. دوم، امون جا یک لایف گرفته بودن، امون بزرگوار منگل حضور داشت، من امون جا رفتم صحبت کردم، گفتم این مسئله پایین باشه. منگل گفت من احساساتی بودیم این جملات، گفتم من با آقای فارسی نیوز هیچ مشکلی ندارم و این موضوع حل است، در حالت احساسات یک حرفی گفته شده. اما او بچه مستقیما در لایو که وجود داشت گرفته شده بود واقعا بیر گفت که من در حالت احساساتی یک گپ شده و از اون طرف از طرف فارسی نیوز هم کدام جمله گفته شده گویایی در واکنش بوده. دیگه این موضوع من فکر میکنم فارسی نیوز از این درگیر این موضوعات نه، ما اصلا نمیشه آقای نادیر. حال ما گفتم بیشتر که ما با این تکنیک عادت کردیم و بلدم شدیم و او گپایی هم که به من گفته گپایی نو نیست دوست عزیز. سه سال شده ما او گپا را شنیدیم در تیک تاک، کدام گپ نو می بود باز من آدم احساساتی میشدم. او گپا گپای پوچ و دروغ و چرندیات است و او گپا را ما مهم هم نمیفهمیم نمیدانیم. بر حالتش نادری صاحب یک دقیقه لایف تا آمدم که یک خبر تا بگیرم. من برای خودت آرزوی موفقیت میکنم. یک در بحثی که مسئله یک مشکل بین شما ایجاد شده بود، من به می منگل به می بچه مسیج کردم، به وزیر دفاع مسیج کردم، به می وطن داره خود. در این بحثی که آقای نادری با برادر دیگه تا مشکل ایجاد شده، اصلا جانب هیچ کس نگیرین، بگذارین مشکلشان خود به خود حل شود. و اونا وعدم کردن و شاید هستن اردوش مسیج شخصی کردم و خوب شد که مشکل همون تو بسیار خوشبختانه خوب هم پایان رسید بین شما و آقای سادات و خلاص شد. حالا بین ما شروع شد، ما هم در این بحث اصلا دیگه اشاره نمی کنم و اون مهم هم به ما نیست آقای نادری. بحث های ما باید کلان باشه، کشوری باشه، بزرگ باشه که باز همون تو خرد معلوم می شادن در بحث های کوچک دخیل شود. ما شب خوش می خواهیم براتان آقای نادری. شما مرد بزرگ یک جان سپاس بخیر باشین شب سلامت مرد بزرگ. دوستای عزیز، دو موضوع را من میخواهیم همینجا یادآور شوم برای عزیزان و بزرگواران. ما دو جوان داریم، مردو این جوانها واقعا از نگاه فهم سوادی در تیک تاک سر آمدند و اگر من میگم که اینا رو گپ میزنم در مورد سواد این دو جوان، اگر باز من گزافه گفته باشم باز شما میتونین که من را تصحیح بکنین یا بگوین اشتباه میکنین. در تاجیک ها فارسی نیوز و در پشتون ها ملنگ شاه، به خاطر از اینکه اینا از پس یک مطالعه بسیار عالی گپ میزنن، مطالعاتی که فرضاً میفهمی خواندن، کتاب خواندن و صحبت میکنن. در کنار از اینا، نه آقای دوستت دارم بدخشان عزیز، بچه جی خودت خیلی عالی صحبت میکنی و عادت بدخشی و این بچه ها، نه ایرا نمیگم که یعنی دیگران نمیتونن خوب صحبت کنن، به خاطر از این میگم که این دو نفر تنها به خاطر فهم گفتاریشان با دو دانه عکسی که وجود داشت در داخل تیک تاک ها حضور داشتن و برای خود جایگاه ایجاد کردن. دیگه بچه های بسیار عزیز و ارجمند و گرامی ما داریم که از نگاه فهم سوادی خیلی بالا هستن، تحلیل های بسیار عالی دارن. شما دیشب هم صحبت هایی که شما کردین دوستت دارم بدخشان عزیز و وعدت بدخشانی و این بچه های دیگه که صحبت میکنن، ما هدف می بود که اینا فهم خوب دارن، مطالعه میکنن، آگاهی دارن. من اینی را دید مییست، من نمیگم که همین رقمی که من فکر میکنم تو هم همون فکر کن یا گپ من مور مکم است. در میان کسانی که در تیک تاک من میبینم، این دو نفر گپایش مرا بسیار تو میکشانه، اما از سوی دیگر ایش هم یک فاشیست تاجیک است و اوش هم یک فاشیست پشتون، اینی نقصان دارن از ما. اگه خفم شون اینی نقصم دارن، اینی خوبیرم دارن، اینی نقصم دارن. بنام دیگه برادر گل میروان، او ای کاش این گفتارها و صحبتها برای اتحاد استفاده میشد، برای اتحاد اتفاق اقوام و مردم افغانستان. دیگه دوستای عزیز، کم کمک نزدیک میشیم به پایان برنامه. مسئله کی بود؟ مسئله سلیم شاهین بود که گپ به پایان میخواست برسم. سلیم شاهین بعد از یک مدت 20 روز 25 روز 30 روزی که آلا نیست، سلیم شاهینی که 25 روز 20 روز 30 روزی که آلا نیست، آلا این آدم مبدل شده به یک آدم فراموش شده. مال به چی فکر میکنم؟ شاخ تیک تاک هم که باشی، منمترین آدم تیک تاک هم که باشی، پربیننده ترین آدم تیک تاک هم که باشی، یک نفر از برادران او طرف افغانستان از آن گروه آنها یک برنامه برگزار میکنه، 18,000 19,000 20,000 بیننده داره. یک دفعه که آمد این تا 30,000 بیننده داشت. باز پس که رفت دیگه هم گپا خلاص شد.
این حال من احساس میکنم که شما شاخترین آدم تیک تاک هم که باشین، این یک روز، این دو روز، این سه روز، این چهار روز، این پنج روز، این ده روز که نباشین، ده روز حضور نداری. نه حرفی در موردت هست، نه سخنیست، نه گپیست، نه کسی سرت لایف میگیره، نه کسی سرت برنامه میسازه، نه کسی توینت میکنه، نه کسی تحقیرت میکنه. موضوعی که من از شاهین گرفتم اینم تو یک مسئله شد. من احساس میکنم دوستای عزیز به قدر کافی ما داریم عرضه میکنیم و تقاضا برش هست یا نیست. دوستای عزیز، لول بیننده های برنامه های ما و شما ها، لول بیننده های برنامه های ما و شما تقاضا را نشون میده. عرضه خود ما هستیم. عرضه، عرضه نی، الفدار نی، عرضه خود ما هستیم. ما داریم عرضه می کنیم و او طرف تقاضاست. این حال لول این ویورز یا لول بیننده این تقاضاست. این حال فرض مثال، من اگر سعی می کنم که نظر به ماه گذشته یا هفته گذشته این عرضه که دارم تقاضای کم دارم، دارم در حالت سلوپز داون پیش می رم. همه ما در یک مرحله تجربه سلوپز داون پیش می رم. کیها؟ کسانی که در یک سال گذشته از چهره های شاخص شاخص بودیم، از چهره های شاخص شاخص بودیم، ما در حالت سلوپس داون پیش میریم. یک شخصیت در این شب روز دارد در یک اوجی که هیچ باور نکنی رسیده، برش از صمیم قلب تبریک میگم، از صمیم قلب برش تبریک میگم. او جوان عصیب زواک است. حسیب زواک من برنامه هایش میبینم ده هزار، هشت هزار، نو هزار، شش هزار، چهار هزار، پنج هزار بیننده است. حسیب زواک فعلا در یک مرحله است اوج، از این هم کرده اوج تجربه میکنه، از این هم کرده بالا اوج تجربه میکنه. این رو باز خودتان ببینین، از این هم کرده یک اوج بالایی را تجربه میکنه. او وارد بعضی از بحث هایی شده که چی شده تایسون خیبر نشته کرده که موبین شکست داده. او را من نمیفهم موبین شکست داده یا نداده. امی که موبین در لایوش میره امروش بحث میکنه و در بحث ها به چالش میکشیش یا چی میشه، بسیار موضوع جالب است برای من. محصیب زواکا مینیست یک پشتونه که لر و برخواه است، یا فرض مثال یک پشتون لوی افغانستان خواه است، یا اینا اویش برای من مطرح نیست. من عصیب زواکه به مسابقه یک جوانی که داره در سمت بسیار بالای رهبریت پیش میره، ای برم گیرایش داره، ولی پشتون است یا تاجک است. پیشتر من بعضی از صحبتهایی را در قبال فارسی نیوز انجام دادم، یک تاجک بود. حالا دارم دقیق این صحبت ها را در مورد یک پشتون صحبت میکنم. یعنی من برادرم چیزی را که میبینم و حس میکنم و با چشمای میبینم با گوشای میشنم، اونم را من میگم. دل کس که خوش میشه، دل کس که خفه میشه. این جوان بسیار رشد قابل ملاحظه کرده. اینا رو من فکر میکنم موجودیت بودن در تیک تاک برای اینو تو طیف ها بسیار خوب است و تایفایی که به طرف سلوپس داون، من دارم به طرف سلوپس داون پیش میرم. چرا؟ پارسال برنامه های من بیننده بالا داشت. پارسال هم عرضه‌ای که من میکردم فحاشیت بود. شما نشته کردین بیننده هایش فیک است. خب بیننده فیک میگن میخری. خب یادم چقدر پیسه داشته باشه که هر شب بیننده بخره. این یه حقیقت نداره لالا، این یه حقیقت نداره. بنابراین دوستای عزیز، این جوان من برش مبارک باد میگم. من همیشه همراش میانه خیلی خوب و عالی داشته، بچه بسیار ارجمند و گرامی ما هست. بعضی استعدادها واقعا، بعضی از شخصیتها واقعا در داخل تیک تاک یک سمت ایجاد کردن، یک سو ایجاد کردن، یک برش ایجاد کردن، یک تفکر ایجاد کردن. و اگر شما در این داخل اگر احساس میکنین که هر روز هستین و این هر روز بودن صدمه میزنه، به نظر من بهترین راه همین راه گرفتن سلیم شاهی نیست.
سلیم شاهین دوباره برمیگرده، من فکر میکنم سلیم شاهین دوباره برمیگرده، اما امی نبود بسیار برش یک مفاد خوب داشت. من در این روزا احساس میکنم که من هم باید مثل سلیم شاهین وری غیابت حاصل کنم، چون وقتی که امشبی که ما آمدم در برنامه هیچ برنامه این وقتش من هیچ گپی برای گفتن نبود. خواهی نلای وزدی چی میگی؟ هیچ نمیفهم. امی آقای رحمانی صاحب یک جواب بتم، مرغ کم گوش کم سیست، اما در خانه اون بزرگوار ران مرغ علاقه مندش است. اگر مرغ کم شوه باز اون نار پستان صافت اندام بی مرغ چه خواهد کرد دیگه. بنوان دوستان عزیز و گرامی، اینه تو یک موضوع خیلی خوب است. همین موضوع من که فکر میکنم یک راهکار بسیار عالی و همجانب است. وقتی که من احساس میکنم من بود زمانی که ما در تلویزیون طلوع بودیم، یک چند وقت یک آدم آمده بود از امریکا برای ما عکاسی را درس میداد به نام بریال صاحب. بریال صاحب بسیار یک مرد بزرگ بود. بریال صاحب میگفت هر زمانی که وارد استیدیو شدی و چانتت خالی بود قصت مفت است. هر زمانی که با چانته خالی وارد استیدیو شدی، یعنی دیگه حالا این بعض شبا من همو گفی بریال صاحب یادم میاد. خود تو چی گفی برای گفتن چیز؟ و او خاطر بنان دوستان عزیز تکرار بیش از حد وحشتناک است. ما حالا نمیگم میرم، اما بر یک تعداد دوستا این ما یک تعداد زیاد از یک تعداد زیاد از بچه ها رو میبینم نیست دمیشه و روز. واقعا اونا به آرامش رسیدن. من میگم امینایی که نیستم امی یک روز دو روز سه روز چهار روز پنج روز که نبودی تمام چیز آف میشه دیگه، خلاص میشه دیگه. بی تو بی تیک تاک هر روز یک بحثی نو ایجاد میکنن. فرض مثال عقاب تخار نیست، عقاب تخار نیست که دمی کسایی را که دیدم، اونو حسین هزاره نیست، دیگه باشد و کسایی را که نمیبینین کیا هستن دوستا، اونو دانیل هزاره نیست، سباون نیست. این نشته کنین، این سرک دوستایی که ملنگشای ثانی نیست، عزیز تاجک تبار نیست، ملنگشا نیست. ملنگشا دیشب بود در برنامه ما. کماندو هم نیست، عصیب نیست، عصیب شیرزاد نیست، امید شتوتگارت نیست، خودگه شمس پکتیاوال نیست. سکوی لست بچه هایی که رفتن، فرید پشتون نیست، تیزاب نیست، اینی بچه ها برادر نیستن. من مطمئن هستم اگه از پیششون پرسان شوه که خوب هستین یا اوضاعتون راحت است، واقعا شاید بگن که بله چی هستیم، به مراتب راحت هستیم که نیستیم. باشت که لالا جاوید چی گفته؟ نه او تو یک گپ نیست لالا جاوید. خب هر ترتیب نجیب بروت هست. من
من ایران میمونم و هیچ خواه نداره. یکان شبا میبینمش که در ملایوه میباشه، در یک جای است، یکان وقت شب تا به صبح در درون یک خیمه میباشه، یا یکان جای در بیرون نان میپزه. نمیفهم که در یونان است. امید فقیری نیست. امید فقیری خود یک مشکل بود که رفت. من فکر میکنم با امید فقیری فکر میکنم به مراتب حالا راحت شده، و اگر آلا دوباره با امو بچه ها در امو خیابان روبرو شده، شاید بچه ها بگید سلام خوب استین، جور استین، خلاص بخلاص. دیگه دوستای عزیز، 12 بچه میشه به حساب دیگه وقت یک بچه، من هم از حضورتون مرخص میشم. دیگه امیدوار هستم که بخیر بتونیم که روز باش کمی بچه جوی ما به نام بلبلی برخران نام داره. درود درود بچه ها، او شو صحبت میکردی بچه جوی ها گفتن نامت بلبلی بدخشان میمانن. من گفتم این خوب قابی بدخشان هست. درود و سلام عرض ادب خدمت خودت نادری صاحب گرامی، بچه ایجا امیدوار هستم صحت مند باشین. درود بر بینندگانت، ما همیشه نارد هستیم، دوست داریم صادقانه، دیگراری مطلب نداریم، بچه ایجا ماستی، عزت خودم عزتی ما هست و بی عزتی خودم بی عزتی ما هست، ایداری هم اگه ما شریک هستیم. اما بچه ایجا گفتنی گرچی نه به خود اجازه نمیتم، نه خواهش میکنم، ما اما... خودمون بچه های جیه هستیم. من بسیار خوش هستیم که همین بچه های بدخشان آرام آرام همین عزیز ها نمیفهمیم کجاست، عزیز هست هست، اونو در بخش همه سیکروتی رفتن یک جا به جا شدن و مصروف کار هستن، من ارتباط دارم به همگیش. نادری صاحب گرامی، گرچه در حساب تجربه بسیار سالهای متمادی میمونه که ما جای خود رو تبیریم، و در حساب دانش هم همچنان از نگاه هر لحاظ شما بسیار تجربه بالا دارین در تمام عرصه زندگی و تمام همی خلاصه است بود دنیا را شما این سپری کردین، به ما اوجش رسیدین، و امروز هم بسیار به افتخار میکنم از گذشته کده بسیار با اقتدار هستی و بسیار قوی هستی، بانمی میبارم سرت خلاص. و ما دوم گپی است که بچه جا گفتنی مایی است که بسیار مردم از امی تریبیون خودت مشهور شدن، امروز در تیک تاک هر کدامش دوایی رو آنم میکنن، دوایی رهبری میکنن، دوایی ولس میشنی میکنن، اما هر کدامی از لایف خودت مشهور شدن، اما متاسفانه است این امینو بلاگیر جان خودت هم شدن. ما نام نمیگیریم، گرچه اونا بیشتر هم اگه دوستا درک میکنن، این هدف مایی است که دیگه نمی کسا هیچ ضرورت نیست که خودت اونا را دیگه هم تریبیون براشون بودی و هم درباره ایشون بشینین توصیف بکنین، اونا هم توصیف میکنه. یک روز به آخر امو مطل اومیان است، میگه ما شما ما ایوان میگه هر چقدر که سرنوم بکنیم آخر از بچه از پاچه صاحب خود میگیره. یعنی ما یک تیدار هم میگم امو یک شیر هم هست، ما گرچه همی شیر فراموش کنم، میگه گل مزن کاغل مزن دیواری به بنیاد را، خدمت سگ را بکن نه آدم کمزاد را، کمزاد اگر عاقل شود گردزن زنت استاد را. یک تعداد این همی قسم هستن نادری صاحب، دیگه ای ضرور نیست. ما بچه من مشکل خودم در روزای رقم بچه جیه درک کردیم، من مشکل خودم درک کردیم. یک ایده از بچه ها انتقاد داشتن، میگفتن که تو برادر گرد در لایو اینی آقای اکس، فرض نام شمی میانیم اکس، در لایو اینی آقای اکس میری، اینی آقای اکس فعلا در حول و حوش یعنی 13-14 فیورز داره پیش میره، تو میری اونجا یک دمون لایو خطرناک میشه. حالا یک گپ بسیار جالب برای من بود که دین شو یک بزرگوار برنامه گرفته بود، مرا توهین میکرد که تو چرا فلانه کار کردی. من برم بسیار جالب بود، دو برادر تو دین شو خماره
کینگ تیک تاک گفته بگراندی مرا مونده بودی امشب مرا دو میزن چی رقم؟ اینی رقم دومی که برادر عزیز و ارجمند من رای حل ای رقم سنجش میکنم رای حل موجودیت ای بودن مشکل ایجاد میکنم اینمی یک گب من برد بزنم بچیش یا اینمی قدرت ایمی دم ما نیامدن در تیک تاک اگر دمه زنده شد من بیخی یک چیری نو میشم امی دم ما که نباشم دم ما من بیخی جور میشم ای لعنتی اتیاد تیک تاک من را یک رقم گرفته که چره هایم نمیکنم اینال تصمیم به میدارم عد یقل دو ماه که نمیتونی یک نیم نمی یک ماه خو گم شو یک ماه که گم شوی یک ماه بعد که وارد شوی همه فضا راحت میباشه او شوی دیگه من در ذهنم گشت گفتم بیا بچیش یک کار کن خدا پرتو دمی بستر خوابت و برو از روز اولی که آمدی در تیک تاک تا به امروز چی کردی و چی کردنم راید چی کردی و چی کردنم راید چی کردی و چی کردی دنم راید هر بزرگوار را هر کاری که صورت گرفت در هر نقطه اما روزی که احساس اندپندنت شدن برش دست داد اولین لگت زد این حال که من نمیتونم در تنهایی هایم برم به این روز اولی تیک تاک تا به امروز نمیتونم به خاطر که شاید در ادامه ازی چیغم بگیره ما چی کردیم و چی دیدیم یک با یک آینه روبرو بودیم که این آینه کاذب بود رای حل همیست که برادر گل بر یک مدت زمان از قیل و قال مدرسه حال دلم گرفت از اینم قیل و قال مدرسه یک توقف بهترین راه است ترک اعتیاد نجات میده ترک اعتیاد دقیقا ما موافق هستیم نادری صاحب گرامی من یک چیز میخواستم برات بگم نادری صاحب هیچگاه خود احساس تنهایی هیچ وقت نکنین شاید از با بسیار این حدود بیشتر از 150 نفر با بچه های بدخشان ما کلن ارتباط دارم در همین تمام ایالت های آلمان یعنی به این معنا نیست که اگر ما بچه های بدخشان اگر در مقابل خودت میایم در زیر لایف احترام میکنیم ما به عنوان یک انجره طلایی بدخشان به شما افتخار میکنیم و دور نوعی است هر اون کسی که به نادری صاحب بتازه من خود شخصا خودم بسیار چره ایم و ویداست چره ایستم که زید طالب هم است و زید کسی همی فاشیست باشه گب میزنم و جای من مشخص از دکاری تصویر من پنهان هم نکردم گرچه بچه لایفی چیزها هم نیستیم و یکان مرتبه در لایفی همین نادری صاحب هم از خودم است در دیگه لایف هایی که جای نداشته باشم اصلا حضورم اصلا ضرور نیست که حضور داشته باشم و او قدر درایت هم دارم در یک لایف به عنوان یک جوان برم و به عنوان یک جوان حداقل و سرزمین برم درایت خود دارم که در لایف چی بگم و چی نگویم اینه از دیگاه تحلیل و ارزیابی و صحبتت خیلی عالی هستی در قربانتان اما نادری صاحب معرفی اخیر مایی است که این ایجگاه خودت مایوس و احساس نبکن ما کنارت با تمام قوت افراد هستیم من قربان سر چون خون من لازم باشه برات من در قربان سر من میفهمم بچه جیه من دستانو تا میفشارم از جبین مهرنگیزت میبوسم قربان سر چوم ما افتخار میکنم به بچه های دیار نازنینم به بچه های شیعه ما یک گپ برتان بگویم یک مشکلی که خود داشتی و از یادم رفت بر بگویم امو نام عقاب بدخشان یا امو فرمانده بدخشان خیلی یک نام خوب بود دوست دارم بدخشان یک نامی است که یک نامی تو را گرفتن هم میتونه آل آدم والا آقای دوستت دارم بدخشان آمده بود نه؟ امو عقاب بدخشان یا امو فرمانده بدخشان امو بسیار نام خوب بود یک نام انتخاب کنی که با همین نام باشی همیشه یکی از چهره های بسیار خوب بدخشان هستین اما یک موضوع رو من اینجا بر دوستای عزیز یادآور میشم یک تعداد از بچه هایی که از بدخشان و ظهور پیدا کردن به نام وحدت بدخشی و همین جوان و چند تن دیگر اینا هم در حال ظهور هستن بسیار بچه های عزیز و ارجمند هستن اما افتخار میره دارم که هیچ یک از بدخشانی عزیز و ارجمند در فخاشیت که دو دشنام بزنن ندیدیم و این افتخار بدخشان است که بسیار عالیست چون پیام ما به بدخشانی ها همیست که در تیک تاک هم یک دونه فخاش نستم بس است دیگه شما چی فخاشیت میکنیم بر ترتیب دوستای عزیز تمرین میکنم تمرین سر از امشب سر از قطع امی لایف
تمرین میکنم، تمرین که من بتونم، اگر بتونم 3 روز 4 بسازم، 4 5، 5 6 و 6 7، این رو بفهمید که 7 روز که توقف نیومدی، این 7 روز به 1 ماه هم تبدیل میشه. و بعد 1 ماه، 1.5 ماه، 2 ماه بعد از او که می کل فضا تک تاک خیلی رقم است که امشب یک موضوع داغ است، فکر میکنی کل گپ همی میمانه دیگه، تا صبح تا 6 7 ماه همی موضوع ادامه پیدا میکنه. گفته برادرای چرسی فرد زدنی یک موضوع دیگه برام میفته که کل گپ میشوی میره. این امشب برنامه نداشت، صبح دیگه صبح چی میشه؟ من مثل شاهین یک تصمیم باید بگیرم و قاطعی یم که یک دم سرشار کابل هم گمست نیست که نیست، در تیک تاک نیست دیگه. دوستای عزیز امین، بله، قاسم امان عزیز، تشکر قاسم امان عزیز، تشکر قطانی گرامی. اینمی تصمیم میگه پس سر از امشب شروع کنم. من سر از امشب شروع میکنم، میخواییم برای شما قوت خدا در نگاه ترک احتیاط نشان بدم که چقدر روز من ترک کرده میتونم. حداقل 1 ماه، 1.5 ماه، 1.5 ماه. اینا سالکو نعیم اندر، یکی از نعیم اندر، یکی از بچه هاییست که امی چی نعیم اندر ما برتون نعیم اندر یکی از بچه هاییست که این از اون سالهای اول، از اون روزهای اول که من در تیک تاک آمده بودم، ای بود در برنامه ها، در برنامه ها بود. نعیم اندر تابالی است و اینمی عکسش هیچ تغییر نمی کنه، اینمی عکسش همیشه، اینمی عکسش است همیشه، در زیر لایو ها است. اوزا بسیار وحشتناک هم شده او در فضای خودش است. من خیلی دوستشم دارم، بسیار بچه ارجمند است. اینمی جا یک گفت زدید رای این نعیم اندر که نتونی، ما بتانم. اگر از 15 روز کمتر، 15 روز شده باشه فرزن، از 15 روز کم وارد تیک تاک شدم، این 6500 نفر از باختیم. امروز تاریخ چند از دوستا؟ این بیایی که یک قمار صحیح، یک تاریخ 29 28 بود امروز، امروز 28 هست. گوش کو او دوست عزیز که نشته کرد 29، به خاطر که 12 بجه می شود 29. این از تاریخ 29 دوستا، 29 این خوب یاد تان باشه که از 29 من میرم. کدام تاریخ دوباره می آیم باز اونو را من باز برات نشان می دوم. اندر عزیز که میگی که نتانی، شهزاد پویام نشته کرده که اینه نتانی. گوش کو اینه، من قدیمی آدم یک شرط میبندم با پویا، بیا خیلی همینجا رسمی شرط ببندیم پویا، بالا بیا رسما شرط ببندیم. برادر ایره ما این نتانی ها را مبرتون، تاریخ 29 از پیشتان میرم، تاریخ 29 از پیشتان میرم. باز اگر تاریخ 29 نید، تاریخ 15 اگر آمدم به این منا که دیگه آمدیم، یک آدمه که همون تو که رفتیم آمدیم، اگر تاریخ 29 ماهی دیگه دوباره برگشتم، یعنی به این منا که بله دیگه هم استادستم و انشاءالله که از خدای بزرگ امیر خواستین. خوب ببینین باز سلام علیکم. سلام نداری صاحب معظم و گرامی، بعد از بسیار وقت خسته نباشین، حالتان خوب است؟ تشکر. چی حال چی احوال؟ قربان تشام، بسیار بعد از وقت صدایتان اگرچه میشنیدم از زیر لایف میگذشت، اگاه وقتا جالب بود. ما دوست دارم این شرط ببازم نادری صاحب. قربان شو، من خواهینا برات یک گپ میگم که چی هست ایره سرک بویای عزیز. شاید تو متوجه شوی که بعضی وقتا آدم
این فرض مثال ما یک موضوع رو بگم پیش از اینکه شما توضیح بدین نادری صاحب. شما هدف و دیانت قلبی مرا در مورد خود شخصیت شما درک کردین هنوز؟ بله، او روز یک برنامه را می دیدم که جنابتان تشریف داشتین و در نبود ما در می افشاندین. واقعا بابت این فشاندن درتان از شما خیلی خرسند هستیم. که او در فشانی چی بود که شما فرمودین اجازه باشه شما فرمودین که ما به همیز تازگی ها به رادیو فرانس رابطه برقرار کردیم و این رادیو فرانس یک رادیوی هست که برشان یک خبر جور کنی 15-15 دلار میتن. من اینجا نام یک نفری که در تیک تاک بسیار خبرنگار بود و خود فاش ساخته گرفتم و آمرش سرم قار شد، بسیار غضب شد، گفت اگه ای آدم ماهانه 1000 دلار هم به ما بته بیایه ما ای آدم نمیگیریم. اینمی یک چی تانه من دیدم در قبال خودم. نه خدا نخواسته باشه نادری صاحب. اول خواهی که اسم از شما نبردیم، یک مثلا دو شاید شما مر نگفته باشین، یک کس دیگر گفته باشین. شما میگن که عقلان را یک نقطه بس است. اگر ما یک باری را گفتیم، شما بارهای را در بعضی چی در پوست چی در برنامه‌هایتان یادآور شدین و من شاید ناراحت شوین از حرف من، ولی من بسیار متاسف هستم از دوستان و ممکن دوستان بسیار خوبی دارین، ولی حداقل کمک نکردن که از این منجلابی که گاهی وقتا من ممکن استم دو گیر بیفتم و گاهی وقتا ممکن است شما گیر بیفتین، یک کمک نیاز است. گاهی وقتا ما باید بیرون بیاییم. متاسفانه گاهی وقتا بعض دوستان ما و شما سلبین میباشن، در حد عمل کار نکردن. خب هر صورتش خیر باشه، ولی تکرار میکنم، ما قبلا هم گفتیم، باز میگم، تکرار میکنم، نادری صاحب پتانسیالی داره، تکرار میکنم باز، نادری صاحب پتانسیل داره که امیل ازه در زبان فارسی بخصوص در حوزه افغانستان نر پیدا نمیشه که امرایش بیا قدم به قدم راه بره. تکرار میکنم باز، یک نر پیدا نمیشه قدم به قدم راه بره. صحبتی است که گاهی وقتا میگم، گاهی وقتا ما در گردباد گیر میکنیم، فقط نیاز است یک دوست مرد نیاز است که ما را بکشه. تمام، ما همه ما در گردبادها گیر میکنیم گاهی وقتا، ولی کاش میشد که من نمیفهم میجه لایف هست، چون خیلی حرفا گفته نمیشه. من برسه ببخشیم نه قربان شم. شهزاد پویای عزیز، جناب سید بهاءالدین مجروح، که سید بهاءالدین مجروح بسیار یک شاعر ارجمند پشتون تبار ما هستن، آقای بهاءالدین مجروح، اونا یک شعر دارن به نام در مسلخ عشق جز نکو را نکشند، لاغر صفتان زشت خو را نکشند، گر عاشق صادق ز کشتن مه راست، مردار بود اران که او را نکشند. و او یک کتاب داره به نام اژدهای خودی، و او کتاب اژدهای خودی به معنای این است که انسان متوجه میشه در درونش اژدهای زنده شده، که این اژدها خیلی وحشتناک است. گاهی من احساس میکنم که اونمو اژدهای خودی در درون من آنقدر دندانها و چنگالهای وحشتناک پیدا کرده که آنها هرچی میکنی که ضعیفش کنی، بکشیش کنه میشه، ضعیفش بکنی اینمی اژدهای درونی اجازه را میده. اژدهای درونی من که احساس میکنم پویای عزیز اینمی منیت هست، من برنامه من، تیک تاک من، حرف من، صحبت من، درگیری من، ویدیوی من، فلانی من، این کلش مربوط به اونم اژدها میشه. اینا رو وقتی که کلی این منها را سر این اژدها قطع کردی، یک یک ما یکنیم و ضعیف و نحیف خواهد شد. ما حال فعلا درگیری اژدهایی باشد ناکستیم. نادری صاحب، ما یک صحبت حالا از من میخوایم، چون ممکن فرصت پیدا نشد دوباره می یه حرف به شما بگیم، یه حرف شاید تکراری باشه، این بار اگر تکرار بکنم ممکن 5-6 بار شود.
من آماده هستم، باز تکرار میکنم، واقعا باز تکرار میکنم برای مردم، من ایره ثابت میکنم برای تمام مردم که من اشتباه نمیکنم. او مردم، او مسلمان، او بیننده، یک شخصیت ما و شما داریم، یک گوهر خفته در میان خاک داریم که وقت خود را متاسفانه در جای ضایع داره میکنه که حالا شاید بدش سرش بد بخوره، ولی جایگاه عزیز در یک پلتفرم بسیار بزرگ خالی است. فردا بیایه اولین برنامهش، دومین برنامهش، سومین، تا پنج تا برنامه ننگ و ناموسم قسم ممروش همکاره میکنم، از ادت شروع تا دیکور همه چیز که میخواید. بعد از ششمین برنامه اگر بزرگترین شخصیت های جهان با این تماس نگرفت که عزیز دل یک مصاحبه امروی ما نمیگیری، من بیخی چی بگم، من نمیفهم چی بگم. میره میفهمم این پتانسیل در وجود این شخص هست، داره. اینه میره از همین صحبت که در تیک تاک میکنم، والا بلا تلا بره در یوتیوب بکنه، کافیست متداوم داشته باشه یک هفته، چون پتانسیل همین پلتفرم یوتیوب ما بلد هستم، تیک تاک بلد نیستم، اوکی، الگوریتم یوتیوب ما بلد هستم، میفهم با چه کار میشه پیش رفت. والا بلا، یعنی از تای دل دوست دارم. اصلا من خود میفهم یک سال در یوتیوب نیستم فعلا، چون مشغول هستم، کار دارم، نمیشه. نادری صاحب، من قبلا به شما گفتم، باز میگم، جای شما خالیست، حیف است. انشاءالا در مورد از یک تصمیم میگیریم پویای عزیز و ارجمند. من خیلی خوش شدم که خودت داشتیم لحظات. ولی یک موضوع رو بگویم نادری صاحب، من دوست دارم همین چیزی که شما گفتین، اگرچه شما مشخص نکردین، ولی من به خدا و قرآن دوست دارم که میره ببازم. نه انشاءالله حتما، من خواهی ندیگه، من برتون گفتم دوست دارم ببازم، شرط میبندم. من یک چیز خب نادری صاحب نگو، من اینجا میبازم، اگرچه من نمیگم موتر میتم، این میتم، اون میتم، من آیفون که مود روز است آمده روی بازار، من همه قدر توانم میرسه، در صورتی که نادری صاحب برنده این شرط شوه، در صورتی که من بسیار دوست دارم ببنده ببازه، یا ما ببازم، بیتر بیتر بگو، اگر ما باختم، ما همین آیفون که مود روز است ما تقدیم حضور نادری صاحب میکنم. زنده و سلامت باشی. نه گپ یا این چیزی وجود نداره، نه صحبتی است نادری صاحب، صحبتی است واقعا. یکان دفعه خود میفهمی دیگه، صحبتی است که یکان دفعه انسان ها دوست داره از ته دل ببازه به کسی، به معشوق ببازه، به دل داده ببازه. پویای عزیز، تو عزیز و بزرگوار هستی، خداوند تو را کم نکنه. من خیلی خوش شدم که خودت داشتم در برنامه. من به آقای پویای عزیز خداحافظی میکنم، چون لحظات پایانی صحبت های آقای قاسم انعام، سل کنین اینا رو یک نفر میارم، سل کنین گپ زدنه. من در زندگی یک تعداد دوستا میگن خوب گپ میزنی، اما در زندگی یک آرزو داشتم، کاش مثل ای گپ زده میتونستم. اینا رو سل کنین، خوب ای دیگه رقم گپ میزنه، اینا رو گوش کن، تسلسل ببین و رخش دوانی بالای واژگان ببینین. سلام علیکم جناب قاسم انعام. نستوی گران قدر، نستوی عزیز، هزاران درود برات میفرستم. همین لحظه که من صحبت شما رو شنیدم، به یاد یک شعر افتادم، میگم مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم. این کسی که میگه نمیتونی، من میدانم، ایمان دارم که میتونی. به این عکسی که در پشت سرش بک‌گراندت هست، این مهتاب پس کو، این دره‌های تنگ و تاریک، این دره‌های بسیار صعب العبور، در ظلمانی ترین شبها تو از این دره‌ها گذشتی، در سیاه ترین روزگار از این دره‌های تنگ و تاریک گذشتی، در شب‌هایی که واقعا دل شیر می‌بستی به دل انسان، از این دره‌ها کسی عبور کرده نمی‌تانست. اما من دیدم
شاهد از این بودم. زانزانی خامارک بیشتر یاد گرفت، یادآوری کردین اون اجدهای خودی بهاءالدین مشروعی بسیار ببخشین بسیار مرعف میخوایم. قاسم نام ارجمند و گرامی، این کتاب اصلا بهاءالدین مجروع پشتون بودن که به زبان پشتونش داشته اصلا این اثر فکر کنم. بله، امی زانزانی خامار که ما بسیار جوان بودم خامار. زمانی که زانزانی خامار که باز ترجمهش کردن به نام اژدهای خودی و این در فرانسوی هم ترجمه شده به چند زبان برای که فرزندان زندیات مجروس به فرانسوی بلدیت داشتن این را ترجمه کردن. اما ما ای از من در شما ما که گفتم در این شبهای ظلمانی شما این درها را گذاشتین، این خوش شب مهتابی است. این چی میگه؟ در جاده هموار دویدن صفتش چیست؟ مردان دویدن صفتش در خم و پیچ است. از خم و پیچ روزگار گذشتی، این تیک تاک چیست؟ من این ایمان دارم یک ماه بعد دستوی نادری من چندین بار امی حرف زدیم، یا به کنایه زدیم یا شاعرانه در لفافه ها زدیم، در اشارات زدیم، در استعارات با تو همیر در میان گذاشتیم که ما به تو احتیاج داریم، ملت به تو احتیاج داره، جغرافیای به تو احتیاج داره، دردهای به تو احتیاج داره، زوجهای به تو احتیاج داره، مادران در خفته در خون به تو احتیاج داره، مادران فرزند مرده به تو احتیاج داره، بالاخره تاریخ مرز و بوم این سرزمین به تو احتیاج داره. با این چند نفره که من میبینم با کمال معذرت روزگار تو را میخواین، حساب تو را خراب کنن، روی اعصابت را برن، اینا به درد تو نخوردن و تو میفهمی. اگرچه به گفته شهریار قنبری، دردها زیاد است ما کم دیدیم، گفتنی ها زیاد است ما کم گفتیم، گریستنی ها زیاد بود، ای وای ما کم گریستیم. آنقدر درد در دل توست، آنقدر حرف در دل توست که هر مثنوی را میتونی در یک برنامه بگنجانی و این استعداد در توست نادری عزیز، این ذکاوت در توست. تو جوانی، من امروز 61 سال از عمرم گذشته، تو 940 شدی، هنوز نو چی میگن؟ نو پر و بال تو باز شده، نو اساره های به اصطلاح ذهنیت تو تا به اصطلاح آفتابی شده و طلوع شده، تو شروع کارت است. بگذار از این چند نفر فردا بیا، یک ماه بعد بیا، ما هم در کنارت هستیم، ما هم تنها هستیم. چی میگن؟ تشکر. و پیری رسیدیم، میگه بر کام خوش که ما به حقارت نظر مکن، ما هم حریف باده و پیمانه بوده ایم، ما هم به روزگار جوانی ز شور عشق عبرت فضای مردم فرزانه بوده ایم. ما امید دارم و امیدوار هستم، دستت با محبت میفشارم، دیگر وقت عزیزان رو نمیگیرم. هر کس که شرط میزنه من میفهمم که تو میتوانی. تشکر جناب قاسم انعام عزیز، من نیازی برای شرط بستن نیست. قاسم انعام بزرگوار، میبینین اینی را میگن رخشرانی بالای واژگان. وقتی تو در بالای واژگان رخش میرانی، رخشرانی بالای واژگان، اما تو میای ای واژه ها، ای از چی می آید اینا؟ از یک خواندن زیاد، از یک خواندن زیاد. بعد اینی جولان برد دست می ده در هنر تکلم، او طرف پشت پر است و که وارد می شی رخش می رانی. هیچ امو لحظه که داری حرف می زنی، ما با چند نوع آدم ها روبرو هستیم، با یک نوع آدم ها روبرو هستیم که صحبت میکنن، میگه بله آ صاحب، ما که رفتیم ای چیست؟ یه مغز هست که میره بارشیف میره، میپاره کدام واژه، میبینه که نیست. اما وقتی که تو لبریز از خواندن هستی، وقتی مغز میاید در آرشیف میخواه یک واژه رو پیدا کنه، هزار واژه صدها تا هزارها تا ماندگی است.
بدون مشکل یک تایش برمیداره. این خانش یا هنر تکلم گفتاری عمدتاً از چی برمیگرده؟ بهادین مجروی بزرگ گفتن که اجرای خودی را زانزانای خما را گفتن که ما این کتاب به زبان پشتو و دوم گپ چیست؟ آقای قاسم انعام زبان مادریش فارسی نیست. آقای قاسم انعام زبان مادریش فارسی دری نیست. قاسم انعام زبان مادریش پشتوست. دیگه بنان بر ترتیب. دوستای عزیز، گپ به می فیصله تمام ما به می رسید که اعتماد به نفس آقای اندر اعتماد به نفس مهم نیست در گفتار. ما به یک عقیده هستم سر کنیم، تصمیم دارم در یک ماه دوباره برم رمان کیمیاگر بخونم، دوباره برم کتاب قمار عاشقانه کریم سروش بخونم، گرش خواندیم چندین بار، دوباره برم بو فکور صادق هدایت بخونم، دوباره برم بعض چیزا واقعا چی شدیم باش که یک نفر بو فکور نشته کد. اینی نفر که بو فکور نشته کده اینی آدم ASA، اینی آدم که بو فکور نشته کرده اینی یک نفر کتاب خوان است. از کجا پیدا میکنی؟ به اینترنت نشته که کتاب بو فکور میای بر پی دی افش، در اینترنت نشته که کیمیاگر برات میای دیگه. بسیار چیز زکی جان قرآن بخوان میگه میخونم، مشکل نیست. اتفاقا قرآن شریفی که در خانه داریم عربی است. من میتونم که در ظرف یک ماهی که نیستم حداقل سه بار ختمش بکنم، یک مراسم ختم قرآنم بگیرم، اما سه بار که این کتاب میخوانم و به زبان عربی با اون که کتاب مقدس من هست و یک واژه‌ام نمیفهم مرا چی گفت چی نوشته شد مشکل است. بنابراین تصمیم دارم که یک ترجمه به زبان مادری خودم پیدا بکنم بخونم. صد سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز میگن شما، کتاب صد سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز بسیاری که فکر کنم گابریل گارسیا مارکز در می صد سال تنهایی چی را گرفت؟ جایزه نوبل گرفت یا در پاییز پدر سالار سینوها؟ بله سینوها. من و آن روایتگر سرگردان، متاسفانه که نویسنده من و این روایتگر سرگردان هم از آسیب های روزگار به همان نماند. دیگه دوستای عزیز، لحظات اخیری است. او برادرم یکی را میوت نکنین، همی شهزاد پویارم. شهزاد عزیز میوت هم فکر کنم که یک دقیقه هستن یا سی ثانیه هستن پس وارد میشن، مشکلی نیست. یک اوج مسئله مدیراتوریت گرفته بود نه؟ نم یک تعداد دوستایی که مدیراتور بودن اینا خوانا آف شدن و باز من دیگه کار دیگه کردم. همین کامنت ها را سی ثانیه فکر کنیم یا یک دقیقه میوت میمونه پس دوباره میتونه بیایه. و دوستای عزیز، یک شرط با تمام ملت، یک شرط بزرگ با تمام ملت که به زور پروردگار امروز تاریخ 29 است، هر روزش که زیاد شد پایین تر از تاریخ یک ماهه برگشتیم، به این معنا که دیگه من نمیتونم، من یک معتاد تیک تاک هستم، وضعیتم خراب است. دو هفته از 29 تیر شد که آمدیم، یعنی به این معنا که داریم به سمت خوب پیش میریم. انشالله و رحمان و رحیم این یک ماه را برای خود و ملت ارجمند وطن از صمیم قلب مبارک باد میگوییم. تا دیدارهای بعدی که اگر در قید حیات باشیم چه وقت، خداوند شما را به امان خود داشته باشه. سپاس و تشکر.